با من برقص اما این رقصیدن از اون رقصیدن ها نیست آپارات این هفته رو ببینیم. سلام حسن سوارچو هستم خوش اومدید به برنامه این هفته آپارات بر این هفته سه فیلم از یک فیلمساز رو انتخاب کردیم یه فیلم داستانی و دو دا فیلم مستند در فیلم داستانی با من برقص با دختری جوون آشنا میشیم که در جریان یه رابطه ی جنسی خارج از ازدواج حامل شده در فیلم سهم من به دیدار مردی میریم که عاشق بازیگری در سینما بوده اما یه شغل خیلی متفاوت پیدا کرده و در فیلم هنایی هم با یکی از آخرین بازمانده های سنت تولید حنا به شکل سنتی شاش میشیم هر سه این فیلم ها ساخته مریم پیربند هست خانم پیربند تحصیل کرده علوم اقتصادی و تحصیلات سینمایی خودش رو در ایران آغاز کرده و در امریکا در رشته فیلمنامه نویسی در مقطع کارشناسی ارشد ادامه داده او در ایران مدتها در بخش های مختلف سینمایی از منشی صحنه گرفته تا بازیگری و کارگردانی و نویسندگی و همینطور داوری در جشنواره های فیلم در داخل و خارج ایران فعال بوده خانم پیربند تالا حدود شش فیلم مستند و داستانی در کارنامهش داره و با این فیلماش حضور خوب قابل توجهی هم در فستیوال های فیلم در این طرف و اون طرف داشته از جمله با همین سه فیلمی که در برنامه این هفته میبینیم خانم پیربند که این روزها ساکن امریکاست و در حال ساخت فیلم بلندش از راه دور میهمان برنامه این هفته ای ما تا در فرصت کوتاهی که در پایان هر فیلم داریم به که دو سال در مورد فیلم ها پاسخ بده خیلی خوش اومدید خانم فیلمبرد به برنامه این هفته ای ما حاملگی ناخواسته و خارج از ازدواج در جوامع سنتی و کشور مثل ایران که در اون سخت جنین جرم محسوب میشه یه مشکل بزرگ برای دختران و زنان هست فیلم با من برخص محصول سال 91 به این موضوع میپردازه این فیلم از جمله فیلم های به نمایش در اومده در بخش فیلم کوتاه جشنواره کن در سال 2012 بوده اولین فیلم رو ببینیم از مریم پیربند الان اوزا خیلی خرابه همه تو خیابونن کلی آدم گرفتن پیدا کردن یه نفر آدم وسط این شلوغی اصلا کار راحتی نیست بابا با این آدم اصلا سیاسی نبوده چرا نمیفهمی مطمئنی آرزو داشتم نقش اول سینما باشم من دوست داشتم الان تو این سن سال که میرسم نی دیگه عکسم بالای در سینما اینجوری آرزو داشتم به بخ... اینجوری خو نمیخواستم بیام که آخرم اینجوری باشه رو راست اگر میدونستم آخرم اینجوری میشه همون موقع خودم مکشتم کار نمیچرخه هم بیکاری سخته هم پرکاریش با من برخص رو دیدیم ساخته یه مریم پیربند یه فیلم داستانی کوتاه با تمرکز برای یه موضوع خیلی خاص حاملگی ناخواسته و خارج از رابطه ازدواج مریم پیربند نویسنده و کارگردان فیلم از راه دور همراه با ما هست خانم پیربند ایده اولین فیلم یعنی ترکیب موضوع حاملگی خارج از ازدواج و نارمی های سیاسی داخل خیابون ها از کجا اومد؟ و یکی دیگه اینکه چرا پایان این فیلم رو انقدر مبهم انتخاب کردیم؟ در مورد فیلم با من برخص، ایده اصلی از یک اتفاق واقعی بود. یکی از همکاران من همین مسئله بهش پیش اومده بود در یک ارتباطی که ازدواج رسمی نبود، باردار شده بود و با کل شرایط پیچیده بود به دلیل اینکه این آدم هم ازدواج رسمی نداشت، هم نمیتونست بچه ها نگه داره، هم نمیتونست بچه رو سخت بکنه چون تمام این شرایط غیر قانونیه. این شد که ما باهاش رفتیم به یک پزشکی به صورت همون پنهانی و پیدا کردن این نسخه ای که پزشک براش نوشته بود خیلی به صورت پنهانی و سخت انجام میشد و یک قرصی رو بهش تجویز کرده بود پزشک که بعد از استفاده آخرین قرص می یک ساعت دو ساعت با یه موزیک شاد ورزش کنه یا برقصه که اقدام کنه برای کشتن فرزندش ایده اصلی این اتفاق از اون رقصه توی ذهن من زد رقصی برای کشتن فرزند و اینکه آوردمش توی بستر مسائل روز که اون زمان خب جامعه ما مبتلا بهش بود خیابونها شلوغ بود هر روز اتفاقاتی بود و به حال سال 88 بود این شد که به این فکر کردم که اگر این پارتنر توی شلوغی های 88 گم شده باشه چه اتفاقی میفته یعنی یک پوزیشن اجتماعی یک شخصی رو یک فردی رو در اجتماع توی شرایطی قرار میده که هیچ کاری نمیتونه بکنه کلا یه شرایط پیچیده که باید یه تصمیم شخصی براش بگیره اگه بچه نگه داری شغل تو از دست میدی اگر نگه نداری تا آخر عمر باید با این موضوع دیل بکنی پایان باز به این دلیل بود که من شخصا فکر می کنم که هر مادری که سخت جنین انجام میده اون فرزند و اون جنین براش نمرده و همیشه تا آخر عمر با اون فرزندش زندگی میکنه و من اینو بارها توی خانم های مختلف دیدم و این تلخی فیلم از کجا میاد تلخه این سوژه هر جوری بخوایم بهش نگاه بکنیم از هر ای بخوایم بهش نگاه بکنیم سوژه تلخیه و اگر نمیخواستم اون رو به این تلخی بیان بکنم من سعی کنم تا حد ممکن از تلخیش بکاهم حالا با مسائل مختلف ولی اگر نمیخواستم به این صورت بیانش بکنم این تأثیری که میخواست نمیذاش به هر حال این نطفه یک اتفاق خیلی تلخه خب بریم به سراغ فیلم بعدی و با شخصیت داریوش آشنا بشیم آقای داریوش دلش میخواسته نقش اول فیلم ها باشه و عکسش رو بزنم بر سردر سینما ها. اما علاقه که نون سفره نمیشه سهم من رو ببینید از مریم پیربند سهم من را دیدیم از مریم پیربند مستندی درباره برای یه شخصیت و یه زندگی که در اون در این حال با یه حرفه یه کمتر دیده شده هم آشنا میشیم خانم پیربند فیلم سهم من در حقیقت یه جور ایده تدوین کردن یک گذشته هست در زمان حال و در این حال هم معرفی یه شغله ولی فیلم رو تقسیم کردیم به یا تقسیم بندیش کردیم به چهار فصل دلیلش رو میگید برامون خب به دلیل اینکه زمانی این که من به داریوش سماواتی رسیدم به زعم من در زمستان زندگیش بهش رسیدم یه جای قلاب زندگیش منو گرفت یه تای میرفتم رفتم عراق یک هفته ای اونجا باهاش زندگی که آدم هر کجا می میرفت باهاش میرفتم. هرچه هر چه برای من میگفت، من احساس میکردم فصول زندگیش رو دارم میبینم. این در واقع از خود سوژه گرفته شد آقای سماواتی فرد بسیار گرمی بود که فست جوانی و تمام فصول زندگیش رو فدا کرده بود مثل یک کلاف سردرگم همه چیز رو به هم پیچیده بود و هرگز اون اتفاقی که میخواست برش نیافتاده بود این شد که من بعدا از اون مبحث کلاف هم استفاده کردم خب ممنونم بریم سراغ فیلم برگزیده سوم این فیلم هم درباره یه حرفه خیلی خاص هست حرفه ای که روزگاری پر رونق بوده و بازارش سکه تا حالا سر یا دستتون حنا گذاشتین؟ میدونین حنا از کجا بیاد؟ حنایی رو ببینید از مریم پیربند تنهایی رو دیدیم از مریم پیربند یه مستند شاعرانه و تصویری درباره یه حرفه و یه شخصیت خانم پیربند در هر دو مستند کوتاهی که از شما دیدیم چیزی درباره زندگی خانوادگی این دو شخصیت ندیدیم چرا نزدیک نشدید به بخش خانوادگی زندگی اینها در هر دو فیلمی که داشتید زندگی شخصی دارویش و سماواتی رو من تا حد حدی تا حد کوچیکی بهش وارد شدم همین حد کوچیکم هم ها وقتی فیلم اکران شد و به نمایش عموم در اومد و از یکی از شبکه های داخلی کشور هم پخش شد باستاب خیلی زیادی داشت و از طرف خانوادهشون هم باستاب های دریافت شد نمیتونستم خیلی زیاد برم وارد زندگی شخصیشون بشم به دلیل اینکه اونقدر قصهش قوی بود که این سوژه رو تحت تاثیر قرار میداد خانم پیربند این فیلم تو تدوینش ریتم سریعی دارید و مبنای تدوین رو هم گذاشتید که در حقیقت روی تک جملات بر مبنای هر جمله یک کات فیلم رو پیش بردید و در حقیقت همین باعث شده که فیلم ریتم سریع پیدا کنه ولی چرا چون این لحنی رو در پیش گرفته بودید توی تدوین فیلمتون؟ خب هنایی اصلا نوع شکل گرفتنش از همون فردی که جلوی دوربین من قرار گرفته زمانی که من این سوژه رو انتخاب کردم تا موقعی که تونستم هاج حسن رو راضی بکنم مقابل دوربین یک زن قرار بگیره طولانی بود چون اصلا با من صحبت هم نمی کرد به من نگاه هم نمی کرد و اجازه نمیداد من وارد کارگاه بشم این زمان طولانی باعث شد که من بتونم بیشتر و بیشتر و بیشتر به این سوژه نزدیک بشم بالاخره از زوایای مختلف برم ببینم و اینا رو تو ذهن خودم هزار بار دوره کردم موقعی که اومدم توی تهران منتظر بودم که دوستان میراث فرهنگی و دوستان دیگرم به من اطلاع بدن همه اینا رو بارها تو ذهنم دوره کردم و در واقع دکوپاش تو ذهن من شکل گرفته بود رو داشتم که هاش هستم وسط کار یا پشیمون بشه یا خسته بشه و تقریبا همون اتفاق هم افتاد این ایده جملات متقاطع از جایی به ذهنم رسید که ایشون رو نمیشد کنترل کرد که یه چیزی رو کامل به ما توضیح بدم ذهنشون میپرید از جایی به جای دیگر و این شد که این همین ایده جملات متقاطع از پیش به من کمک کرد که چه چیزهایی رو میخوام استفاده کنم و سریع ازش سوال بکنم همین رو توی تدوین هم استفاده کردم و در مورد همین فیلم هنایی خب فیلم در مورد یه مکان خیلی خاص و سنتی است یه جایی که دیگه داره فراموش میشه و تموم میشه ولی ما صدای این مکان رو اصلا نمیشنویم یعنی این صدا حضور زنده و واقعی نداره مثلا ما توی فیلم اصلا صدای آسیاب رو نمیشنویم کمکتون نمیکرد چرا استفادهش نکردیم صدای آسیاب یک صدای مهیب صنعتی است و من مستند صنعتی نمی ساختم من قصدم بود که یک مستند شاعرانه زیبا بسازم و اون صدای مهیب آسیاب به من کمک نمی کرد که این کار رو انجام بدم و یه سال کلیکتر در مورد هر سه فیلمتون توی هر سه فیلم موسیقی نقش خیلی عمده ای داره و خیلی زیاد از موسیقی استفاده کردید حالا چرا از موسیقی استفاده می یک و دو چرا از موسیقی بومی و محلی موسیقی بومی ایرانی استفاده نکردی که به فضا بیشتر کمک بکنه تو این فیلم ها؟ تضاد ها بعض کمک میکنه دیگه من موقعی که میرفتم کنار کارگاه میشستم و اینها رو تماشا میکردم احساس میکردم که یک فضای خیلی بزرگیه که این آسیاب های بسیار سنگین و بزرگ دارن یه والسی رو انجام ده. این موزیک توی ذهن من بود و اصلا سنتی نبود ساز سنتی من ندیدم اونجا اون لحظه و برداشت خود من از اون سوژه است و اون کارگر که برگ های هنا رو می پاشه کمک می کرد به همین والز این شد که بعدا از موسیقی کریستوف رزایی عزیز استفاده کردم و ساز سنتی رو من ندیدم اونجا خب بسیار ممنون متشکرم خانم پیربن فرصت بیشتری نداریم خیلی ممنون از اینکه با ما تا این لحظه همراه بودید از طریق راههایی که همینجا داره زیرنویس میشه با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو برامون بفرستید تا فرصت دیگه به اتفاق میهمان برنامه بدرود و پاینده باشید